سلام بچه ها، همونجوری که میدید با یه اسکین شپر برگشتم. بازی فوق العاده بود، یعنی اسرائیل نقشه شده بودم. آخر بازی هم یارم مونده بود و من مونده بودم و چند تا اسکواد عرب که واقعا به خونمون تشنه بودم. از یه ورم همش امین داشت میگو امید انتقام منو بگیر، اینو پارش کن، دهنین رو سرویت کن. بچه یعنی بازی فوق العاده بود. بعد چی؟ اسلحه های دست من اچس و انایلیدر، حالا بیا درستش کن. یعنی دوتا تگزن جلوی یه اسکواد، یه اسکواد و نست تقریبا جلوی دوتا اسکواد. دیگه بیشتر از این بهتون نمیگم که چی شد که هیجانش از بین نره. اول بازی هم پریدیم کاوندن برای اینکه یه لوت ریز بزنیم و هلیکوپتر داره و سریع بریم راش بدیم. من خودم به شخص عاشق این کاراکتر شپردم. بچه ها نگاه کاراکترش کنیم، واقعا اصلا خداست، اصلا قربونش برم. بیا زدم تبلی تمام شکستم یا حضرت عباس، اصلا با دورش بگردم. خدای این اسکین رو نها کن، نگاه کورش کن، نگاه تبرش کن، اصلا اسرائیل نقشه ای. خداست این اسکین، نگم براتون این اسکین اگه پول دارین بخرین، این اسکین اصلا قلب امیده. راستی اگه دوست دارین دوباره با یه اسکین جدیدی براتون بازی کنم بهم بگین که اون اسکین رو بیارمش. این سری گفتین شپرد و امید انقدر دوست داری حتما بیارش، من آوردم. این سری قبلی هم گفته بودین نیکتو، سری قبلی هم نیکتو آوردم، سری بعدی دیگه نمیدونم چیه. من یه آدمی هم عاشق هیجانم، اصلا نمیتونم بازی کنم و بمونم یه جام یا کم کنم. به خاطر همین اگه واقعا میگم اینو، من 100 تا بازی کنم شاید 70 تاشو همون توی یه دقیقه اول بازی میمیرم. میدونی چرا؟ چون که وست بر نداشته و یه اصلا حتی اگه کلزم شده طرف رو راش میدم و میرم درگیر میشم. اون 30% بقیه ای هم که میمونه، اون 30 تا بازی هم واقعا میگم شاید 5 تاشو ببرم. یعنی 99% موقع همش دارم راش میدم، HS میکشم، گان جدید تست میکنم، طرف رو یه قدمی میخوام اسنپ کنم. خیلی از اینجور کارا به نظر خودم هم واقعا پلیرهای واقعی تو اینجور جاها ساخته میشن. این هم یه اتچمنت های موبیلیتی، یعنی سرعت خیلی بالا، سرعت دویدتون با یه اتچمنت خیلی بالا راحت میتونین بین دشمناتون سری تیراشون رو جا خالی بدونین و بهشون شات بزنین، ولی حواستون باشه که رنجش یکم پایینه. این اتچمنت رو میتونین با پرک اسپید آپ ترکیب بکنین و با سرعت باد حرکت کنین توی نقشه. خب از اینجا رفتیم دوباره دیدیم صدا تیر میاد رو ایدراپ، دیدیم یه اسکواد اومده رو ایدراپ، ما هم سریع های گراند ریز گرفتیم و منم و اسنایپم. ببینید بچه این طرف کلن راش بدی داد، یعنی از جلوی امین رد شد اومد منو بزنه، یعنی بین دو نفر، یعنی کلن کارش اشتباه بود از همون اولش هم. هیچ وقت سعی نکنید پلیرهایی که روی های گراندن رو مستقیم از تو دل دشمن راش بدید. حداقل کاری که میتونید کنید اینه که اسکیبوردتون رو بزنید، سعی کنید دور اون تپه رو دور بزنید، بعد برید از پشت بهشون حمله کنید. اینجا واقعا پرک اسپید آپ نجاتم داد، داشتم میرفتم دن اونیکی پرکر رو زدم چون ADS کرده بودم، سرعتم رفت بالا، توی کمتر از نیم ثانیه رسیدم به نفر دوم، شات دوم زدم بهش راحت. اینجا یه نفر اومد اسموک زد پشمام، اینا کجا اومد؟ سریع اومدم بالا اینجا ببینم اون طرف از کجا داشت منو نید میکرد. ببینید بچه اون چیزی که قبلا هم یادتون داده بودم، با دوربین اسنایپتون میتونین زوم کنین، چون بعضی وقتا پلیرهای دور رو نشون نمیدونه سر کوها، میتونین زوم کنین که بازی پلیرها رو بهتون نشون بده. دوباره بریم این ور سری بات ریز بزنیم و بریم سر نمیا. یکی از چیزایی که قبلا هم یادتون دادم این بود که من سعی میکنم تیراندازیمو روی باتا خیلی قوی کنم. بی کیه از 47 بهتر میزنه، خدا سر شاهده، بی کیه چقدر بهتر میزنه. نقطه است عاشق بی کی شدم. اینجا دو تا رو زدم، گفتم برم نفر سومم پاور کنم. داش دارم میام برات. آره با اسکین اسرائیل هم دارم میام. اینجا قفلی زده کجا داره نگاه میکنه؟ پشمو خط تامین رو گرفته بود. بریم نفر بعدی. داش وایسا، میخوام کیل بزنم این بازی. سوسماس وایز گایز ویلی، بریم یارم رو کاور بدن تا پارش نکردن.
داشت دست نزن به یار من. دوست من میزنی پاره تبدیل میکنن به یخمک. نفر بعدی کجاست؟ چرا اینجوری؟ چرا شبیه این بات بود؟ بوی بر تا حالا نیده بودم اینجور باتی با این اسکین. کلاتو دزدیدی بابای. عجب روزگاری شده، میگه کیلمو دزدیدی. می خدا بشکن این اسنایپر که نمک نداره. آره اینجا اومدم این بالا دیدم یه اسکواد ترای هارد این بالا، سری به همین گفتم بابا اینا ترای هاردن. از کجا فهمیدم ترای هاردن؟ از اینجا که همش داشتن میپریدن و سر میخوردن، همش حواسشون جمع جمع بود که یکی اسنایپر هم بهشون زدم که نیفتادم. سری هم از این ور همونجوری که بهتون یاد دادم سعی کردم دورشون بزنم و مستقیم بهشون راش دادم، یعنی از این بالا برم های گراوند رو بگیرم و از اونجا بزنمشون. خب اینجا اومدم های گراوند، دور و بر اولی نگاه کنم، یه دونه آدرم بزنم ببینم چه خبره این ورا. یه دونه اسموک هم که زدم توش هم یه چند تا سگ معلوم و یه موتوری. کلا وضعیت الان نرمال نرماله واقعا، جای درگیر شدن داره. بریم این راش ریز بدیم. این کی بود اومد؟ پشمام این امینو چقدر سری زد و رفت. مگه داریم؟ چه سرعتی، چه قدرتی. اینجا رو ببینید بچه ها، من اومدم رو امین بلندش کنم اصلا علامتش نمی اومد. میبینین؟ میبینین این علامتش نمی اومد، هر کاری میکردم نمی اومد. تا اومدم بزنمش دیگه امین مرد. دیدین؟ تا نشستم مرد. اصلا نمیدونم این باگای بازی کی میخواد درست بشه، ولی به هر حال اگه باز نمی ها رو پاره میکنیم. آره اینجا اومدم سری تگ امینو بزنم، یهو دیدم یه صدا پای ریز میاد، چون که تنها هم بودم گفتم سری برم که نمیرم. خب بریم این های گراوند این ور رو بگیریم، منتظر بشیم که یارم بیاد. این طرف هم اومد چند تا اسنپ زدم و راحت افتاد. یه آدرم بزنیم دوروبرم نگاه کنیم ببینیم چه خبره. حس میکنم دوروبرم واقعا شلوغه، چون اینجور موقع همیشه یار طرف میاد که یا داگ تگ رو برداره یا میاد کاور بده یا میاد اونجایی که شما هستین شما رو بکشه. یه نفر این بالا وایستاد، نکن تیر اسناب نمیخوره واقعا دقبیار تیر اسناب. این یارش هم همینجور که گفتم هم پشت اومد، چند تا هم به این زدم بالاخره این یکی افتاد آور. اینم از آرش، اینم بزنی حل دیگه. به به دیگه کسی نمیتونه پشتمون راش بده بکشدمون. 4 ثانیه دیگه، 3 ثانیه، 2، 1، یارم اومد به بازی، خیالم راحت. آره هم یارمون ام جی آی آر کیلدو میزنیم، میریم سراغ بقیه. از اینجا آی گرام رو نگاه میکنیم، نه کنیتون خدا اسنایپایی که میزنم تیراش نمیخوره، یعنی دقیقا واقعا اومده دست اسنایپای این بازی. من اوندم چرا وسط اسنایپ خب داشتم پلیت میزدم، مگه میشه یه همچین چیزی اسنایپ کنی و پلیت بزنی؟ بریم از این بالا راش بدیم پایین، چون که زون داره کوچیک میشه و بریم توی زون اصلی. اولین کاری هم که میکنیم میام این پایین یه چپ و راست رو نگاه میکنیم ببینیم چه خبره. این سنگم تقریبا یه های گراوند خوب میتونه بهم بده که یه دید بهتری روی دور و برم داشته باشم. که این نفر رو پیدا کردم، یه شات، دو شات، استام تیراش نمیخوره، 10 تا شات. پشمات کنیم که پشت کاورش لاغل بیاد اینور که بتونم اسنایپش کنم. اگه حداقل بهش نخوره دیگه اینور رو که دیگه میاد. بذار ببینم کجا میره. ببین اسنایپ واقعا امیدی نیستا. خودم اسنایپ برداشتم ولی واقعا اصلا امید اینو ندارم که یه پلیر باش بکشم، فقط دارم تیر میزنم چون میدونم تیراش نمیخوره. واقعا تیرامو با دقت خدا میزنم نمیخوره. ناکن این سر طرفو چوری دقیق نشونه میگیرم. مگه داریم نخوره اینجوری؟ بریم جامونو عوض کنیم که زون بعدی هم اومد. هنوز دقیقه 90 نشده، زون حرکت نکرده. من حرکت میکنم که جای بهتر رو پیدا کنم که دقیقه 90 مجبور نشن زون هولم بده. اینجا می کاور یه تراکتور پیدا کردم و یه جای خوبی تقریبا دیگه نیاز نیست همش هول باشم که زون الان میاد، الان انمی رو راش میده. کلاسم هم اسموک که اگه بیان نزدیکم هم یه اسموک میزنم. یه دونه شات هم اونجا زدیم، یه دونه گرنید هم میندازیم. بچه طرف انایلیدر داره، خیلی از اسنایپ بهتره تو خیلی از مواقع، چون که تیراش 100% میخونه انایلیدر، ولی مثل اسنایپر نیست. اسنایپر خیلی بده تو این جور مواقع. طرف یه دونه اسموک میزنم، اشتباهش این بود که اومد توی اسموکم. اینجا بچه‌ها نگاه کنید، من انایلیدرشو برداشتم. چرا؟ چون که توی نقشه‌های کوچیک حتی وقتی نقشه بزرگه انلیدر خیلی بهتر از اسنایپر. اصلا نکنید الان یه تیرو زدم خورد، دو تیرو زدم خورد. می‌بینید چقدر راحت تیراش می‌خوره. حالا بریم با اون اسنایپر من مقایسهش کنیم. با اون اسنایپر من اگه من واقعا بی شوخی میگم بی اقرار، اگه 15 تا تیر زدم شاید دو تاش خورد. نکنید من با این انلیدر 3 تا تیر زدم 3 تاش خورده. معلوم اسلحه بهتری. ببین نکنید همه تیرام داره می‌خوره، یعنی واقعا میگم اونم که میستادم خودم میستادم. یه دونه نیدم میندازم روشون که سری نتونن راشن بدن. اسموک هم میزنم دور خودم، البته خواستم پرت کنم روی اونا که نتونستم.
میبینین انالیزر چقدر اسلحه بهتریه؟ خب بریم سراغ ترفندی که میخواستم بهتون یاد بدم. برای این کار نیاز به دو تا اچس داریم. یه دونه از اچساتون خب باید این اتچمنت هایی که میگم اون داشته باشه. یکیش باید روش اسپرد تیراتون رو کم کنین، یعنی اتچمنت هایی که باعث میشه تیراتون پخش بشه رو خیلی کم کنین، که با این کار میتونین یه دونه آرتیسی بذارین با یه دونه لیزر. این لیزر 5000 رو نباید بذارین، با یه دونه لیزر تاکتیکال برای این اتچمنت. بعدم یه دونه آپتیک 100% باید بذارین روی اسلحه‌تون، با یه دونه 500 گرم بهش میگن، 500 جیار میگن چی میگن، با یه دونه از اون. این آپتیکتون هم میتونین بذارین جای گرانولیدتون. اینم اتچمنتی که آخر عذاب در میاد. حالا یه دونه اچس دیگه میخواین که این اتچمنت رو حتما باید بذارین روش. هیچ بعید میدونه اتچمنت دیگه رو بشه گذاشت روی اچس رو به این قدرتش کرد. یکی از اتچمنت های اصلیش نو استاکه که موومنتتون بره بالا وقتی که تو فایت های نزدیکین، طرف سخت‌تر بتونه بهتون تیر بزنه، سریع‌تر هم شما بتونین خودتون رو بهش برسونین. خشاب ارو اسلحه برمی‌دارین، یه دونه ریل گرپ گرانولیدت می‌ذارین روی اسلحه‌تون برای اینکه تیرتون موقع نشونه‌گیری با اچ اس کمتر پخش بشه. اون آپتیک هم دوباره برمی‌دارین، یه دونه برل آرتیسی اکستندد هم می‌ذارین با یه دونه چوک و یه دونه لیزر 5 میل برای زدن از فاصله نزدیکتون. امروز خواستم خودم یه دونه گیم پلی که با این دوتا اسلحه رفتم براتون بذارم که واقعا وقت نشد و سرم شلوغ بود و نتونستم، که فردا حتما براتون میذارم توی بازی.